با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گرگشت رو از این لحظه خدمتتون تقدیم میکنم با مهمان ارجمند و گرامی برنامه امروز، آقای دکتر عباس میلانی، که بعد از سفری موفقیت آمیز مراجعت کردم و در مسقط الرأس خودشون هستم. راجع به جایی که هستند هم صحبت خواهیم کرد. امیدوارم در گفتگویی که با ایشون خواهیم داشت، با توجه به اینکه در دفتر کارشون و منزل خودشون نیستن و در یک فاصله ای از اونجا هستند، میرن معمولا هر سال یک بار اونجا، امیدوارم بتونیم ارتباط خوبی داشته باشیم با ایشون که شما بتوانید تصویر و صدای ایشون رو به راحتی بشنوید. عرض کنم حضورتون که خبرها راجع به وضعیت مذاکرات برای رسیدن به این تفاهم نامه یا توافق تفاهم که خیر، این در واقع عهدنامه ای که قرار امضا برسه، هنوز مبهمه. آیندهش وزرای خارجی چند کشور که در امروز روز جمعه است که این برنامه حضورتون روز یک شنبه تقدیم میشه، یک فاصله کمی هست بین ضبط برنامه و پخشش در فرستنده اصلی تلویزیون. به هر حال صحبتهایی که میکنم مربوط به امروز هست. فکر نمیکنم تا روز یک شنبه که برنامه پخش خواهد شد خبر زیادی رو ما بشنویم از این بابت. فقط وزرای خارجی چند کشور که در وین بودن برای در واقع مذاکره و نوعی گفتگو با مسئولین کشور خودشون برگشتن به کشور خودشون، جز آقای جان کری و آقای ظریف که هستن اونجا و نمایندگان جمهوری اسلامی هم هستن. آقای ظریف گفت من قصد برگشتن به ایران رو ندارم برای در واقع نظرخواهی از مقامات جمهوری اسلامی و مشورت با اونها. و آقای آمانو هم که به ایران رفته بودن با آقای روحانی و با پاره دیگر، بعضی دیگر از سران جمهوری اسلامی صحبت کردن. مسافرت آقای آمانو رو بسیار مهم میدونن. ایشون در بازگشت از ایران نظرشون این بود که یک مسائلی رو تفهیم کردن به هم دیگه و از این بابت خوشحال بود. ولی آقای ظریف در آخرین تصویری که من ازشون دیدم در بالکن هتلی که هستن با خبرنگاران صحبت میکردن از راه، البته نه خیلی دور، خیلی خندان و خوشحال بودن و خود این رو عده‌ای از خبرنگاران به عنوان خبر خوش و اینکه داره واقعا نتیجه‌ای حاصل میشه مطرح کردن. تا چه حد حالا باید به این خنده ها و به این مسائل اتکا داشت، چیزی است که باید ما منتظر باشیم ببینیم چه میشه. عرض کنم حضورتون که در مورد مسائل دیگری که در کشورمون هست، ممانعت هایی که از برنامه هنری میشه و این گونه مسائل مرتب میشنویم. خبر خوش علمی رو که شنیدیم امروز، هواپیمای معروفی رو که در واقع با نیروی خورشیدی حرکت میکنه و انرژی رو که مورد نیاز برای پروازش هست از خورشید میگیره، این پالس، این هواپیما از ژاپن پرید و رسید به هاوایی که مقصدش بود، 8000 کیلومتر فاصله. موفقیت بزرگی است. اجازه بدید دیگه من وقت برنامه رو نگیرم، میریم با بعد از لحظه‌ای و سعی میکنیم که ارتباط خودمون رو با آقای دکتر عباس میلانی در یکی از زیباترین شهرهای امریکا که توضیح خواهند داد راجع بهش انشاءالله باشون صحبت خواهم کرد، میریم میشینیم پای صحبت ایشون. با ما باشید. خب بینندگان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودم، امروز بعد از مدت‌ها این فرصت دست داده که مجددا در خدمت آقای دکتر عباس میلانی باشیم. آقای دکتر میلانی در یک مسافرت در واقع دانشگاهی بودند که
تشریف نداشتن اینجا و امکان گفتگو باشون نبود. البته مزاحمت های بنده ایشون چه اینجا باشن و چه نباشن مرتب گریبانگیرشون هست که امیدوارم این مزاحمت ها رو به بنده ببخشن. سلام میکنم خدمتشون و تشکر میکنم از اینکه لطف کردن و این فرصت رو دادن برای برنامه امروز و همچنین خوش آمد میگم بهشون به مسقط و رأسشون و یک سانکچوری که تشریف میرن سالی یک بار در یکی از دیدنی ترین و زیباترین و جالب ترین نقاط امریکا که اگر که اجازه بدن ازشون راجع به اشلند هم بپرسیم، شهری که به شهر شکسپیر معروف است. آقای دکتر سلام میکنم خدمتتون. سلام به شما به همه بینندگان عزیزتون، خیلی متشکرم از لطفتون. بله من در یک اتاق یک هتلی هستم در یک شهر کوچکی به نام اشلند که در واقع در برهوت بین مرز کالیفرنیا و اورگان، در داخل اورگان و حدود 50 سال پیش یک استاد یک دانشکده خیلی کوچیکی که در اینجا بود و هست هنوز، دانشکده کمی گرده‌تر شده، تصمیم میگیره یک نمایش شکسپیر برای روز تعطیل چهارم ژوئیه آمریکا که روز استقلال آمریکاست ترتیب بده. $100 از انجمن شهر وام میگیره و اونا میگن که شکسپیر فکر میکنیم طرفدار داشته باشه، یه مسابقه باکس هم در کنارش بذارید، یه مسابقه باکس هم میگن، ولی شکسپیر میگیره مسابقه باکس نمیگیره. الان امسال چیزی نزدیک به 600,000 نفر در سال سفر میکنن از استانات آمریکا و گاه خارج از آمریکا بیان به این شهر برای اینکه در سه تئاتر در سه سالن، یکی سالنی که عین سالن تئاتر گلوبی که شکسپیر داشت درست شده، یه سالن بزرگ و یه سالن کوچکتر آزمایشی، 11 نمایش رو در طول سال ببینن. واقعا تبدیل شده به یکی از بزرگترین مهمترین مراکز شکسپیر در دنیا و همش آغازش به همت اون یک نفر. دکتر میلانی، مثل این که یک نمایش هم تو نمایشاتی هم توی خیابون اجرا میکنن برای عموم به صورت رایگان، اینطوره؟ بله، در به این الان این برنامه در واقع این سیستم اینها حدودا 9 ماه در سال جریان داره، یعنی قبلا یه برنامه 2-3 هفته‌ای بوده، بعد شده تابستون، بعد الان در طول سال از فوریه شروع میکنن تا نوامبر. اینجا چون اورگان بارون زیاد میاد، ولی در طول سال وقتی که فضا هوا اجازه میده بین ساعت 7 تا ساعت 8 که تئاترها شروع میشه، در اون محوطه بیرون این تئاترها برنامه‌های بسیار جالبی از برنامه‌های موسیقی، موسیقی‌های زمان رنسانس شکسپیر، برنامه‌های شبه تئاتری، برنامه‌های آکروبات برای عموم می‌گذارن و بعد کل شهر تبدیل شده به این مرکز مهم تئاتر. گروه‌های کوچک تئاتر آزمایشی در دور و بر شهر هستند، برنامه اجرا می‌کنن، گروه‌های موسیقی برنامه اجرا می‌کنن. بعد اگر کسی بخواد بیاد و اگر واقعا کسی به تئاتر علاقه داره، فکر میکنم جایی بهتر از این تو آمریکا کمتر میشه دید، جایی که این تنوع رو داشته باشه، هم شما شکسپیر ببینید، هم تنسی ویلیامز ببینید، هم نمایش برادوی ببینید. امسال هم به اصطلاح یه نمایش برادوی دارن، 4 تا نمایش شکسپیر دارن و نمایش تنسی ویلیام دارن. معمولا یکی دو نمایش از نمایشنامه نویسای جوان قدر آمریکا یا جهان نشون میدن. خلاصه ترکیب خیلی جالبی است، ولی باید از پیش بلیط ها رو بگیرید. معمولا تمام بلیط های اینها یکی دو ماه قبل از هر برنامه به فروش میره. و نکته جالب دیگه هم که هست که واقعا فرهنگ این شهر رو نشون میده،
با اینکه بعضی از بلیط ها از 4 ماه 5 ماه قبل فروش رفته و دیگه بلیطی نیست، ممکن نیست شما بازار سیاه اینجا ببینید. اگر کسی بلیط اضافی داره، دم در تئاتر وای میسه، بلیط رو دستش میگیره و به قیمت روی بلیط اون رو میفروشه. یک نفر تا به حال، من الان 22 خورده ساله که سالی 2-3 بار میام اینجا برای نمایشگاه شکسپیر، ندیدم که بلیطی رو بالاتر از قیمت روی بلیط بفروشه. خیلی متشکرم آقای دکتر. با فرصت محدودی که داریم، من میخوام خیلی چیزا رو، سوالات رو مطرح کنم خدمتتون. راجع به سفرتون بفرمایید. مطمئن هستم که مثل همیشه پربار بوده، به خصوص که یه سفر علمی به اصطلاح یا دانشگاهی بوده، و توضیحاتی بدید کجاها رفتید، چه کارا کردید و تا چه حد اون نتایجی رو که دوست داشتید به دست آمد. بله، همونطور که فرمودید، در سفرهای به اصطلاح آموزشی دانشگاه استنفورد بود. عنوانش بود شهرها و تمدنهای قدیم مدیترانه، از ترکیه شروع میشد، از استانبول تا بعد برگشتیم، آخرین در واقع ایستگاه شهر توای ترکیه است، ولی بعد از اون رفتیم به قبرس، بعد رفتیم به چند جزیره یونان، همه جزایری که اهمیتشون بیشتر در آثار تاریخی که دارن، آثار تاریخی که از دوران چه یونان دارن، آثار تاریخی که از دوران روم ممکنه مثلا در اون باشه، یا حتی در بعضی مواقع مساجد مهمی در اونجا وقتی که عثمانی ها بودن ساختن. و یک روز نصفی هم در اسرائیل توقف کردیم، در حیفا، هم شهر حیفا رو دیدیم، هم مرکز بین‌المللی بهائی ها، هم باقی بسیار بسیار زیبایی که در اونجا هست و در واقع الان واقعا مهمترین بنای شهر حیفا اونه. من دیدم آقای دکتر، از دریا وارد میشه، اصلا شگفت انگیز واقعا. معماری معماری و گلکاری که اونجا بی نظیره واقعا. همونطور که فرمودید، مدت ها وقتی که کشتی میاد پهلو بگیره اونجا، این منظره جلوی چشمه و واقعا کار بسیار جالبی رو مهندسین ایرانی اونجا انجام دادن و واقعا یک اثر دیدنیه. من چندین سال پیش اونجا رو دیده بودم، ولی همون موقع گفته شد که یه بودجه خیلی زیادی رو گذاشتن که اون رو اضافه بکنن و کارهای دیگه هم اونجا انجام بدن. حتما اونا هم انجام شده. بله، یکی دو تا ساختمون جدید خیلی گنده بسیار زیبایی ساخته که یکیشون حداقل میدونم آقای مهندس امانت ساخته. بله بله. خود ساخت قدیمیش رو بازسازی کردن، باغاش که واقعا شگفت انگیز زیباست، و بعد به سیاق باغ ایرانی، باغهای ایرانی، آب جوی در اون روانه و این صدای بسیار بسیار آرام بخشی داره، و از اون بالا اون منظر رو که نگاه میکنید، هم شهر رو که نگاه میکنید و هم کل این باغ رو از بالا نگاه میکنید، یا از پایین از دریا نگاه میکنید، یعنی منظر جالبیه. بعدم بعد از خود حیفا رفتیم بلندی های جولان رو دیدیم، و واقعا اونجا هم عجیب شگفت انگیزه، برای اینکه در یه طرف مرز خب اسرائیلی ها اونجا رو اشغال کردن، ولی کاملا اونجا رو دیگه تبدیل کردن به یک منطقه اسرائیلی. یعنی تصور اینکه چطور میشه این رو باز پس بدن خیلی دشواره، برای اینکه گله به گله شهر ساختن، گله به گله شراب سازی ساختن، گله به گله هتل ساختن، و بعد در یه فاصله بسیار اندکی تا در اینها رو نبینه، پیچیدگی این مسائل و در هم تنیدگی مسائل خاورمیانه رو به نظر من کمتر میتونه درک بکنه. این واقعا به اندازه مثلا شاید 4 کیلومتر از این مرکزی که اشاره کردم، یه دهکده لبنانی است که یکی از مراکز فعالیت حزب الله، و این به اصطلاح راهنمای تور
استنفورد راهنماهای محلی دارن برای اینکه نشون بدن، میگفت مثلا ما اونجاها همه ما میدونیم که یکی از مراکز خیلی مهم فعالیت حزب الله لبنان، اونا هم میدونن که ما میتونیم. و این نزدیکی این فضاها با هم خیلی خیلی عجیبه. تو ترکیه شگفت‌انگیزه مقدار کاری که اینها دارن میکنن در زمینه جلب توریست. وقتی که آدم اینو مقایسه میکنه با بلایی که در ایران مثلا سر بعضی از بناهای تاریخی آوردن، سر بعضی از مراکز تاریخی آوردن، یا بی‌توجهیشون به جاهایی مثل تخت جمشید، یعنی این دولت ترکیه به رغم اسلامیت آقای اردوان که هر روز هم بیشتر میشه، ولی متوجهه که اینها یه میراث تاریخی مهمیه و یک محل درآمد مهم برای مردم و برای دولت. نمیدید با چه موفقیتی، با چه دقتی این بناها رو نگه میدارن، ازش پول در میارن و تبلیغ میکنن که بخشی از این میراث جهانی در ترکیه هست و ما میراثداران خوب شرچ هستیم. هرچه اونها میراثداران خوب هستن، متاسفانه در ایران آدم میبینه که مثلا اینها اون شهر جیروفت رو که شاید حداقل به اندازه شهر ترو قدیمیه گذاشتن مثلا تاراج بشه، گذاشتن تمام چیزاش از بین بره تا برف متوجه بشن که اصلا اونجا چه خبره. برادران قاچاقچی تمام اونجا رو از بین بردن و بناهای دیگه، یا اونهایی که زیر آب رفته، یا اونهایی که نابود کردن، یا اونهایی که بی توجه بهش هستن. آدم اونجا که میره، ترکیه که میره و میبینه که اونها چه میکنن و ما چقدر کم کردیم یا رژیم چقدر کم کرده، واقعا غم انگیزه. و چقدر ایرانی اونجا برای اینکه ببینید بهشون چند روزی خوش بگذره. من با خیلی ها در ترکیه صحبت کردم در این چند روز، بیشتر دو سه روز نبودم اونجا در سه شهر مختلفش، ولی در هر شهری تعدادی زیادی ایرانی ها دیدم و بعضی از سر لطف جواب میدادن سوالهای منو. میدونی به جای اینکه این صفحه حرکت عکسش باشه، یعنی مثلا در سالهای قبل از انقلاب خب ایران یه مرکز توجه توریستی بود، ایران یه مرکز فرهنگی جذب منطقه بود، الان ایرانی ها میرن در ترکیه برای اینکه خوش بگذرونن، برای اینکه نفس راحتی بکشن، برای اینکه عروسی بکنن، برای اینکه خرید بکنن. و واقعا فرصت های از دست رفته تاریخی عجیبی است. دکتر میلانی، دوستی که اخیرا از ترکیه بازدید کرده و به کرات میره و میاد، میگه من هر بار میرم آبادانی ها و پیشرفت هایی رو که ترکیه میکنه آه از نهادم بر میاد که ما کجاییم و اونا کجان و چقدر اینها در طی این سالیان پیشرفت کردن. من کاملا یادم هست خودم که ترکیه تا همون قبل از انقلاب ایران و مدت ها بعد از اون ارزش پولش به صورت ساعتی پایین میرفت و از نظر اقتصادی چقدر وضع بدی داشت و امروز چه وضعیتی رو پیدا کرده با یک واقعا برنامه های درستی که اجرا شده. حالا آقای اردوغان همونطور که فرمودید روز به روز سعیش رو داره میکنه که اونجا رو ببره به طرف نوعی اسلامی شدن، ولی در اون مورد هم مثل که موفقیتی نداشته و جامعه اینقدر روشن هست که این اجازه رو نداده به او و احتمالا نخواهد داد. چی فکر میکنید در این زمینه؟ منم فکر میکنم خیلی بعیده اجازه بهش بدن. و با همونطور شما گفتید با تمام ضوابط اقتصادی دوران اردوان، به خصوص در 10 سال اولش، به طور شگفت‌انگیزی موفقیت آمیز بود. البته همه موفقیتش به خاطر درایت اقتصادی خودش نبود، گرچه اونها واقعا درایت اقتصادی داشتند، ولی بخش عمدهش به خاطر بیکفایتی و نیاز ایران بود که تمام منطقه رو در واقع نه تنها به عثمان ترکیه واگذاشته بود، بلکه به ترکیه هم نیازمند بود و 1001 نوع قرارداد خیلی سویه، قراردادی که به نفع اونها بود، قرارداد فروش گاز بگیرید، پولهایی که
بابک زنجانی اونجا فروش فرستاد، پولهای پولشویی که در اونجا صورت میگرفت، همه اینها میلیاردها دلار پول درگیر اینها کمک کرد. جنگ عراق خیلی به اونها کمک کرد، به خاطر اینکه اونها تمام نفت سرمایه گذاری در کردستان رو، نفت سرمایه گذاری در عراق رو، نفع فروش مایحتاج ارتش رو بردن و ایران فقط ازش در واقع صدمه دید و بها پرداخت. ایران مجبور شد که این گروه های شیعه رو خرجشون بده، مجبور شد که به حزب الله خرج بده. این درست در زمانی که اونا داشتن سرمایه گذاری میکردن، ایران داشت سرمایه هاش رو یا فرصت اقتصادیش رو از دست میداد به خاطر تحریم ها، یا سرمایه گذاری میکرد در پدیده های بازندهی مثل آقای اسد. ولی مردم ترکیه واقعا جلوش وایستادن در این انتخابات اخیر به رغم این رشد عجیب. من ترکیه بودم که یکی از این مفسران میگفت که وقتی که اردوان سر کار اومد، قیمت متوسط بازار سهام ترکیه 3,000 لیره بود، الان بالای 13,000، نزدیک 13,000 رقم من از اون نقل میکنم، یعنی سرمایه یه جوری 4 برابر شده. درآمدها رو، درآمد متوسط مردم رو میگفت، دقیقا همونطوری که شما میگید از کجا به کجا رفتن. ولی با این حال وقتی که روش رو زیاد کرد، وقتی که به مردم فشار آورد، وقتی که تهدید کرد، وقتی که مخالفین رو به آب بست، ادهی رو به گلوله های پلاستیکی بست، وقتی که رفت خونه 700 میلیون دلاری برای خودش ساخت به یک روایتی، مردم وحشتشون برداشت. و وحشتشون وقتی تو ترکیه هستی خیلی جالبه، وقتی مفسرین رو میخونی، وحشت اینها اینه که اردوغان میخواد ایران رو، ترکیه رو ببره به گذشته ایران. همه میدونن که آینده ایران قاعدتا یک جور دیگری خواهد بود، و از به این شکل قابل دوام نیست. ولی اینکه میخواد یک جور حکومت اسلامی از لون اون چه که در ایران بوده، یعنی در مصر، در ترکیه، در لبنان، وحشت از اینکه یه بلایی بر سر مردم شبیه اون بلایی که بر سر ایران آمده، به نیروهای غیر اسلامی خیلی کمک میکنه که بتونن رأی بیارن، بتونن حتی کودتای نظامی بکنن و کودتای نظامیشون رو به عنوان یک نوع نجات از مرسی و ملعنت نوع مرسی به مردم ارائه بدن. آقای دکتر، قبل از اینکه سوالات دیگه رو مطرح بکنم، مثل اینکه کوشش جدیدی کردید در مورد کتاب شاه و یک سری مطالب جدید، تصاویر جدید و خلاصه تعداد صفحات بیشتر و بیشتر شده. آیا این کتاب الان چاپ شده و در دسترس هست و ممکنه توضیح بدید؟ بله، من یه نسخه آوردم که میخواستم برای شما بفرستم، حالا براتون میفرستم. این نسخه رو جلدش همونه، منتها رو جلدش میگه چاپ دوم، بالای 88 صفحه به کتاب اضافه شده و تمام اغلاط تایپی، بعضی از اغلاط تاریخی که در متن فارسی وارد شده بود و دوستان متعددی لط کردن و تذکر دادن، اونها رو اصلاح کردم. و این مجموعه 80 صفحه آخر دو در واقع بخش داره، یکی اسناد برگزیده است، اسناد خیلی مهمی که در کتاب به اونها اشاره شده، اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، سفارت انگلیس، حدود 30 صفحه سند مربوط به کنفرانس گوادلوپ آوردم که فکر میکنم هیچ جای دیگه شاید اون اسناد نیست. و بعد یه 30 صفحه آخر هم به ایرادی که خیلی ها بر کتاب گرفتن سعی کردیم جواب بدیم و گفتن که به عکسایی در کتاب اشاره شده و کتاب هیچ عکس نداره. یه 30 صفحه عکس، یه حدود 40-50 صفحه سند و یه مقداری اصلاح شده است. این از راحت ترین راش همون سایتی است که پرژن سرکل درست کرده برای کتاب به اسم عباسمیلانی.net. اونجا اگر برید سفارش میتونید به راحتی سفارش بدید. در این حال
این هم بگم که در داخل ایران این کتاب به همین شکل جدید به طور رایگان در اختیار همه هست از طریق اینترنت. اگر به همین سایتی که عرض کردم abbasmilani.net مراجعه بکنید و آدرس ایمیلتون ایرانی باشه، آی پی ایران داشته باشید، کتاب در داخل مجانی قابل دسترسی است. البته حدس میذارم برادران قاچاقچی مثل چاپ اولش قاعدتا این رو هم چاپ خواهند کرد، ولی در خارج هم از طریق این سایت قابل دسترسی است. همین هفته پیش در اومد به همت پرژن سرکل چاپ دومش. پس برای تهیهش باید به سایت پرژن سرکل مراجعه بکنن یا سایت خودتون؟ به سایت خود پرژن سرکل یه سایت برای خود کتاب درست کرده، یه لینکه یه لینک اضافه کرده، یا اینکه یه سایت دیگه اونجا لینکه که هم کتابو میتونی سفارش بدی. نه یه سایت درست کردن که اون وقت اون سایت شما دو سه تا انتخاب دارید، میتونید کتاب رو در خارج سفارش بدید به صورت کاغذی، میتونید در خارج سفارشش بدید به صورت الکترونیک، و در خارج میتونید مطالعه بکنید و دانلود بکنید مجانی. برای اینکه ایران سانسور کردن و من از همون وقتی که اینا اعلام کردن سانسور میکنن، من هم اعلام کردم که منم کتابو برای قرائت مجانی در داخل رو سایت میذاریم که مردم بتونن بخونن. بله، در مورد چاپ اول هم همین کار کرده بودید؟ بله، چاپ اول هم همین کار کرده. بله. و واقعا چاپ اول، حالا در مقدمهش نوشتم، میدونید چاپ اول استقبال عجیبی شد آقای دکتر. خیلی استقبال عجیبی. در سایت خود ما وقتی که این کتاب چاپ شد، مثلا چند ماه پیش من اون مدخل رو نوشتم، بالای 35,000 نفر دانلود کرده بودن فقط از سایت ما، و حداقل 6 تا یا 7 تا سایت دیگه هم اینو گذاشتن در داخل که مردم میتونن از اون سایت هم استفاده بکنن. و بعد چاپ غیرقانونی در داخل به طور وسیع پخش شده. آقای عباس عبدی در این مصاحبه گفته که خبر او داره، من چیز ندارم، که بالای 100,000 تا داخل اینا پخش کردن. من از جاهای مختلف ایمیل دریافت کردم که مثلا در فلان شهر کوچیک ما کتاب رو خریدیم. چون من وقتی در بخش چاپ اول در اومد، من گفتم که خوندنش مجانی، دانلودش مجانی، ولی اگر ممکن براتون بود به اندازه قیمت کتاب به خیریه مورد نظرتون یه کمکی بود. بله بله، درود. بله، نظرم هست آقای دکتر. خیلی ها کمک کردن، خیلی ها کردن، قبضشو برای من فرستادن از طریق کامپیوتر. خیلی جالب بود، واقعا دلگرم کننده و امیدوار کننده بود. خب دیگه اثری است که آقای دکتر، کارهای شما، تمام کاراتون، شاید بدیع بودنش و اولین بار بودنش بر همه روشن هست، به خصوص کتاب هویدا، این کتاب، کتابای دیگرتون، همه کتابایی است که با مطالعات زیاد، با وقت زیاد، همین کتاب شاه رو یادم چندین بار صحبت میکردیم، حضور 10 سال وقت گذاشتید روی این کتاب. آقای دکتر، تغییر کلی یعنی تصحیح خیلی عمده‌ای رو تو این جلد جدید میشه دید، یا اینکه اکثرا همون نکاتی است با اضافاتی که اشاره کردید؟ نه، هیچ تغییر کیفی در کتاب نیست. در واقع کتاب این همون کتاب، متن اصلیش همونه، منطقه اغلاطش چاپ تصحیح شده، و تنها تغییر کیفی این حدود 80 صفحه است که در آخر کتاب اضافه شده، که یه سری عکسای خیلی چیز هست، چندین عکس خیلی جالب من پیدا کردم از رفتن شاه به مصر مثلا، اونها رو گذاشتیم. این اسناد، بعضی هاشون اسناد خیلی خیلی جالبی هستن، چه اسناد گوادلوپ، چه اسناد مربوط به مثلا بختیار با سفارت انگلیس تماس میگیره، سعی میکنه از اونها کمک بگیره برای اینکه بیاد به ایران، یا قوام السلطنه چطور میره به سفارت انگلیس، با اونها تماس میگیره، میگه که منو کمک کنید نخست وزیر بشم، مسئله نفت رو حل میکنم. خیلی اسناد که هم در کتاب مورد استفاده هستن، اینجا این سرد رو ما گراور کردیم که هر کسی میخواد استفاده کنه. در این حال تمام اسناد مورد استفاده من در کتاب
که چیزی نزدیک به 60,000 صفحه است حداقل. الان همه رو من دادم به دانشگاه استنفورد. بله. اینها همه در دانشگاه استنفورد قابل دسترسی زیر عنوان مجموعه اسناد کتاب شاه میلانی. اگه کسی به کتابخونه دانشگاه دسترسی داشته باشه همه این اسناد رو میتونید بهش مراجعه کنید. خیلی متشکرم. آقای دکتر میلانی بپردازیم به مسئله روزمون. این مذاکرات به کجا خواهد رسید آقای دکتر؟ چی فکر میکنی؟ حالا من حدسم اینه که به رغم سر و صدایی که هر دو طرف گاه میکنن و به رغم دلواپسی هایی که در هر دو در واقع کشور هست، چه دلواپس های ایران که دلواپس پول جیبشون هستن و دلواپس قاچاقی هستن که ممکنه متوقف بشه، دلواپس نفوذی هستن که ممکنه از دست بدن، چه در آمریکا که بعضی ها دلواپس این هستن که این قرارداد به ایران امکانات دسترسی به بم میده، فکر میکنن که دولت اوباما امتیازهای زیادی داده. ولی به رغم اینها به گمان من هنوز احتمال اینکه توافقی به صورت بگیره بسیار زیاده، خیلی بیشتر از امکان شکستشان میبینه و در حال یه تغییر مهمی ایجاد خواهد کرد هم در فضای ایران هم در منطقه. منطقه به نظر من دوران بسیار بسیار پر التهابی رو بگذرونه. من واقعا فکر میکنم قبلا هم به شما گفتم من در تمام دورانی که دانشجوی سیاست خاورمیانه بودم و کنجکاو در موردش بودم، خاورمیانه رو در این حد در مرز یک التهاب جدی و التهاب خطرناک ندیدم. و اگر رهبران به موقع به خودشون نیان و شاهدی من نمیبینم که در ایران مثلا این اتفاق الزاماً بتونه بیفته، بعضی از طرفداران آقای خامنه ای خود آقای خامنه ای اینجوری صحبت میکنن مثل این که هیچ وقوفی به ابعاد این بحران ندارن. بعضی ها هستن که متوجه هستن، چه با سکوتشون در بعضی مسائل چه با حرفایی که در بعضی مسائل میزنن نشون میدن که میفهمن این بحران چقدر جدی است. ببینید آقای دکتر میلانی الان بله بله میفرمایید شما ببینید بله نه نه خواهش میکنم شما بفرمایید. سوالم این بود از حضورتون که الان بعضی از این کسانی که به طور قطع اینا رو تعقیب میفرمایید، کسانی که طرفدار این رژیم هستن و اکثرا کسانی هستن که علت طرفداریشون تصور واهی است که دارن از ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل امریکای جهانخوار، اینها کماکان این صحبتاشون رو میکنن و حتی من یک گفتگوی تلویزیونی رو میشنیدم بین چند نفر از صاحب نظرانی که شرکت کرده بودن، جوانی که خیلی با اطمینان راجع به آقای خامنه ای که معمار بزرگ سیاست جهانی است و کارهایی که کرده واقعا کارستان بوده. آیا این طرز فکر رو شما یه طورایی نتیجه تمام تبلیغات این رژیم و بعد نتیجه در واقع همین عنادی که با امریکا دارن این کسانی که گرایش های چپی داشتن در گذشته نمیبینید و تا چه حد این در واقع شایع هست در ایران بین جوانای ما که خب این بمباران رسانه های جمهوری اسلامی اثرش کم نبوده؟ اونو من این برنامه رو که ندیدم ولی به هر حال در ایران از این نوع صحبت ها خیلی زیاد میشه، ولی فقط این صحبت ها در اون روزنامه های مثل کیهان و سایت های وابسته به سپاه میشه که یه چنین نقش جهانی مثلا آیت الله خامنه ای دارن. و وقتی که مثلا میبینیم مقاله یه روزنامه دست سومی که در
سوئیس چاپ شده یا یه محقق دست ششمی که در آمریکا حرفی در تایید این نگاه زده ترجمه میکنن و در صفحه اول فارس میذارن، معلوم میشه که چقدر تشنه این هستن که این نظریه تبدیل بشه. نظریه خیلی مبلغین جدی نداشته. من فکر میکنم از لحاظ تاکتیکی حتما آقای خامنه‌ای در این سالها پیروزی های قابل توجهی داشتن، ولی وقتی که از نظر دراز مدت نگاه میکنید، من فکر میکنم که تاریخ در موردش قضاوت دیگری خواهد کرد. یعنی اگر ابعاد این مسئله اتمی رو، همین مسئله رو نگاه بکنید، خب این فقط این نیست که حالا امروز نتونستن 5000 سانتریفیوژ رو نگه دارن و فردا رو به صورت یک مرکز تحقیقات نگاه کنند. تاریخ که بهش به این صورت نگاه نخواهد کرد. تاریخ غالباً بهش به این صورت نگاه خواهد کرد که ایران در 1979 که مملکت رو دست آقایون دادن، برنامه اتمیش در چه مرحله بود، چقدر ایران خرج کرده بود، الان 35 سال بعد چقدر ایران خرج کرده، چقدر ایران فرصت اقتصادی از دست داده، چقدر ایران فرار مغزها شاهدش بوده، چقدر ایران فشار عصبی بر مردم به خاطرش اومده و چی الان به دست آورده. یعنی برنامه‌ای که الان با قراردادی که اگر امضا بشه ایران به دست خواهد آورد، تاریخ نگاهی که بهش خواهد کرد اینه که آیا این از نگاه از راه دیگری ارزان‌تر بی‌دردسرتر میسر نبود؟ اگر حرفایی که بعضی از رهبران زدن زده نمیشد، اگر حمایتی که از آقای احمدی نژاد شد و آوردنش سر کار، از یک آدم درجه دوی فرماندار یک شهر کوچکی کردنش رئیس جمهور مملکت و گفتن بهترین رئیس جمهور، محبوبترین، سالمترینه و از فاسدترین از پاپ در اومد، اگر اینها نمیشد، اگر هر روز اسرائیل رو تهدید نمیکرد احمدی نژاد، حالا هر روز نگم، فرده کسی مقاله بنویسی که این گفته هر روز، هر روز نکرده، چهار روز در یه بار کرده، ولی این دائم تهدید نمی کرد، اگر هولوکاست رو تکذیب نمی کرد به اون شیبه ابلهانش، آیا اون وقت ایران نمیتونست همه این مسائل اتمی رو با بهای خیلی بهتری بخره؟ ایران به قول بعضی از این آقایونی که طرفدارشونه، طرفدار نظر شما هستن، در منطقه خیلی نفوذ داره، ولی به یه روایتی 20 میلیارد دلار در دو سال اخیر به اسد پول دادن، فقط در دو سال اخیر به یک روایتی. من یه محقق اینو ادعا کرده، من صحت صحبتش رو کاملا مطمئن نیستم، ولی میدونم که پول خیلی زیادی اینا خرج کردن. با اگر این پول زیاد رو قرار بود در یک دیگری خرج میکردن، اگر تمام پولی که اینها در سوریه خرج کردن، در عراق خرج کردن، در لبنان خرج کردن، خرج بازسازی اقتصاد ایران میکردن، ایران خب الان حتما از ترکیه و تمام شواهدی که در دست است، از 1975 بگیرید، حتما ایران از ترکیه نفوذش در منطقه قاعدتا بیشتر میبود. تاریخ اینجوری قضاوت خواهد کرد. تاریخ اینجوری قضاوت نمیکنه که 40 میلیارد دلار دادن در سوریه نفوذ دارن، مملکت هم داغون کردن، به یه روایت 400 نفر هم تا به حال در اونجا از ایران و افغانیا کشته شدن برای برپا نگه داشتن یک رژیمی که حتما به گمان من برپا نگه داشته نخواهد شد. این معماری استراتژیک خوب نیست، معماری تاکتیکی خوبه. شما آقای طرفداران این نوع سیاست ها الان 11 سال تمام سعیشون رو دارن میکنن که رفسنجانی رو از صحنه خارج بکنن، هرچی از دستشون بر اومده علیهش کردن، بچهشو حالا چه به درست چه به غلط گرفتن انداختن زندان. من صحت اون ماجرا رو نمیدونم، قاعدتا دادگاه های غربی ایشون محکوم شده، ولی
میدونم که رقمی که در مقابل در باره اون هست در قیاس با رقمایی که در باره دیگران میگن اصلا جوکه. چرا دنبال دیگران نمیرن؟ چرا دنبال آقازاده های دیگه نمیرن؟ چرا حساب های آستان قدس رضوی رو بررسی نمی کنن؟ این هم معلومه که از لحاظ تاکتیکی بله احمدی نژاد رو میتونید بیارید، هر سال هم سر کار بذارید، هر چی هم دل تنگش میخواد علیه هر کسی بگه، شما هم دائم ازش حداقل برای 6 سال دفاع بکنید. تاریخ وقتی که نگاه میکنه میگه اینها از یه آدمی اومدن دفاع کردن، اومده مملکت به آستانه داغونی کشیده، اونم در پررونق‌ترین دوران اقتصاد ایران، دورانی که 700 میلیارد دلار به ایران پول وارد شده، دورانی که 60% کل درآمد نفت ایران به دست ایران اومده، در این دوران یکی از بیکفایت ترین فاسد ترین رژیم ها سر کار بوده و یه عده از حمایت کردن. هیچ کس هم نمیاد بگه که اشتباه کرد، هیچ کس هم نمیاد بگه که این حمایت نتیجهش برای ملت ایران این بود. الان زبون برونه در ایران، الان کسی جرات نداره این حرفا رو بزنه. به اشاره میگن وقتی رفسنجانی میگه که روحانی اونی که احمدی نژاد آوردن باید معذرت بخوان، منظور همه میفهمن منظورش کیه. اون آخوند ده رفسنجان که احمدی نژاد نیورده تو مملکتی که یه بازیگر سینما جرأت نداره در آمریکا قانونی که گذروندن در مورد هم جنس بازی قانون خوبیه، خب تو اون شرایط که بحث آزاد نمیشه کرد، ولی تاریخ با بحث آزاد قضاوت خواهد کرد. اون به نظر من بحث کاملا متفاوتی است که تاریخ چگونه قضاوت. دکتر میلانی، در مورد فعالیت‌های فرهنگی و هنری تا حدودی افرادی رو که برنامه‌هایی رو داشتن که رژیم فکر میکرد که بد نیست و ضرری نمیرسونه، الان یه شرایط وحشتناکی شده واسه بعضی از هنرمندان، هنرمندانی که در واقع وجهه بین المللی دارن، قرار بوده کنسرت بگذارن، اینا رو با وجود اینکه وزارت ارشاد بهشون مجوز داده رفتن برنامه‌هاشون رو تعطیل کردن. آقای محمد جواد لاریجانی یا آقای صادق لاریجانی میاد اونجا با شهامت میگه که اون وظیفه اونا کارشون رو انجام دادن ولی ما میتونیم هر برنامه رو جلوشو بگیریم. چه خبره؟ این بلبشو به کجا میرسه؟ حدود 3-4 دقیقه آقای دکتر وقت داریم واسه این قسمت. ببینید ملوک الطوایفی در مفهوم کامل کلمه است دیگه، یعنی ملوک الطوایفی هر کسی زورش بیشتر حرفش بیشتر میره. یا آخوندی در یه دهی در یه شهری در شیراز مثلا از یه کسی خوشش نمیاد، یا یه فرمانده سپاه حق حسابش رو از یک برگزار کننده کنسرت نگرفته، با اینکه از دولت مرکزی از وزارت ارشاد اسلامی مجوز داره، یه سری اجامر رو باشون میفرستن اونجا رو تعطیل میکنن و کسی هم جلودارشون نیست، برای اینکه قدرت مرکزی وجود نداره به اون صورت. هنوز حرفش برایی نداره، قانونیست، قانون زوره، یعنی زور داری میایی به هم میزنی، زور پولی داری میتونی رشوه بدی، شاید مزاحمت ها برطرف بشه. یعنی مورد به مورد آدم میبینه، واقعا شگفت‌انگیزه این آشفتگی و این ملوک طوایفی بودن، و اونم در شرایطی که ادعا میکنن همه چیزها باید از یه مرکز واحد تصمیم گیری بشه، میبینیم اون مرکز واحد عملا هیچ نفوذی در این مسائل نداره و نمایندگان آخونداشون، سپاهیانشون یا حتی گروه های ضربتی ویژهشون. شما در مملکتی که دولت رسمی، دولتی که به اصطلاح حتی رأی 18 میلیون مردم داره و تنفیز شده از طرف ولایت فقیه، دیگه از این مشروع تر که نمیشه دیگه، با سیاست خود رژیم هم بگیرید از این مشروع تر نمیشه. اومده میگه که ما میخواییم اجازه بدیم زنها بیان در استادیوم ورزش تماشا کنن. اصلا واقعا شگفت انگیزی که حتی ما در قرن 21 داریم صحبت این میکنیم که زنها حق دارن در استادیوم ورزش تماشا بکنن یا نه، ولی حالا بمانند. دولت میگه که ما اعلامیه میدن یه دهی که ما خون به پا میکنیم. بله.
خب قانون باید برین اعلامیه دهندگان رو بگیره مجازات کنه. شما غلط میکنید، خون به پا میکنید، مملکت قانون داره، از ناراحتید از طریق قانونی چیز بکنید و دولت ناچار میشه عقب بشینه. البته دولت نمیگه ما به خاطر ترس اینا عقب نشستیم، میگه ما به احترام آیات اسلام عقب نشستیم. ولی خب اولا اگر سیستم ولایت فقیهه، خب اگر شما مورد تنفیذ هستید، یه قانونی هم مجلس گذرونده، همه اینها مورد نظر ولایت فقیه، دیگه محلی از اعراب نداره اعتراض های دیگه. ولی دلیل اصلی اون تهدیداست و نگرانی از این که جلوی اون تهدیدا رو میتونه بگیره. بله خیلی متشکرم آقای دکتر. دو دقیقه فرصت هست، اگه ممکنه راجع به فعالیت های فرهنگی مرکز در استنفورد توضیح بفرمایید. ولی ما آخرین برنامه این ترممون رو در واقع همین 4 روز پیش اجرا کردیم. خانم محمدی از ایران دعوتشون کرده بودیم. ایشون خانمی هستن که وکیل هستن و در این حال نویسنده هستن و در مورد مسائل زنان در ایران و در مورد جنگ زدگان در ایران هم تحقیقهای روانشناختی و جامعه شناختی کردن و هم رمان نوشتن. رمانهای دو تا رمان خیلی جالب نوشتن که ناشرشون خانم لاهیجی است و ما چون در سال گذشته سعی کردیم استعدادهای جوان ناشناخته از ایران رو دعوت بکنیم، این در واقع 4 رومی نفری بود که از ایران دعوت کردیم و در مورد وضع رمان نویسی، در مورد وضع زنان، در مورد نحوه تحقیقاتشون صحبت کردن. برنامه های سال آینده برنامه های بسیار بسیار جالبی داریم، از جمله نمایش خیلی خیلی مهم تازه هرگز اجرا نشده از آقای بهنام بیزایی که در هفته آینده توضیحات بیشتری در موردش بهتون خواهم. الان در واقع تا حدودی تعطیل کارا نیست اینطور برای تعطیلات تابستان؟ نه این اتفاقا الان یک حدود 3-4 ماه که یک گروه 30 نفره در زیر نظر آقای بیزایی با کمک خانم شمسایی دارن یه دوره تعلیماتی میبینن. این کار شروع شده برای اینکه مثلا 6 ماه دیگه ما بتونیم به نمایشی رو صحنه ببریم. اینا هر هفته 2 روز روزی 18 ساعت دارن تمرین میکنن. کار اونها شروع شده ولی کاری که برای 3-4 روز رو صحنه میره مثلا 6 ماه دیگه، کار تدارکاتیش از 1 ماه پیش شروع شده. آقای دکتر میلانی خیلی متشکرم، معذرت میخوام از تأخیری که در کار شد و مشکلات فنی که داشتیم. تا فرصت دیگری که در خدمتتون خواهم بود، امیدوارم ایام بسیار خوبی رو در ایام تعطیلاتتون داشته باشید در این سانکچوریتون. خیلی متشکر. اینجا در این لحظه برنامه ببخشید برنامه گلگشتم به پایان میرسه. تشکر میکنم از کارگردان فنی برنامه و بهترین ها رو آرزو میکنم برای شما شنوندگان و بینندگان عزیزی که لطف کردید و با برنامه گلگشت بودید. روز و روزگار به شما خوش.